لادا نیوا که سابقه ساختنش به دوران اتحاد جماهیر شوروی میرسه، یکی از معدود خودروهای روسیه که شهرتی جهانی داره. این خودرو بیش از 40 سال بود که با تغییراتی اندک و به همون شکل قدیمی ساخته میشد، ولی همچنان در بازار روسیه پرفروش بود. لادا در نمایشگاه خودروی مسکو با یک کانسپت ایده‌ای از نسل جدید این خودرو رو به نمایش گذاشت. استیو مارتین مدیر طراحی لادا میگه تلاش کرده که از نظر ظاهری ارتباط دو ماشین قدیمی و جدید رو حفظ کنه، اما همونطور که همه چیز در 4 دهه گذشته در روسیه عوض شده، مدل جدید نیوا هم برای مشتریان کاملا متفاوتی طراحی شده. نیوا به دستور آلکسی کاسیگین رئیس جمهور وقت شوروی ساخته شد. او از خودروسازان کشور خواست خودروی مناسب برای جاده‌های روستایی روسیه و برای کارگران بسازند، ولی طراحی لادا نیوا چند سال طول کشید و بالاخره در سال 1977 تولید آن آغاز و روانه بازار شد. لادا که اکنون بخشی از گروه خودروسازی رنوه، محبوب ترین خودرو در روسیه است و نزدیک به 1/5 بازار این کشور را در اختیار دارد. با این حال در چند سال گذشته رقابت سخت‌تر شده و شرکت‌های نظیر کیا برتری لادا را به چالش کشیدند. شرکت کیا اعلام کرده تا سال 2026 8 مدل جدید به بازار روسیه عرضه می‌کنه و این زنگ خطری برای لاداست.